Ҳаёти ҳар як инсон мисли як китобест, ки сатрҳои онро худи шахс бо заҳмати фикрӣ ва ҷисмонӣ мураттаб месозад. ҳар қадаре ки ин сатрҳо пуробу ранг ва дорои муҳтавои баланд бошанд, ҳамон андоза ин китоб, ки рӯзгори як шахсиятро бозгу мекунад, дар ҷомеа, дар корӣ ва дар хотирот монданӣ хоҳад буд. қаҳрамоне, ки ҳоло сухан дар бораи уст, аз зумраи шахсиятҳоест, ки китоби рӯзгораш рангину хотирмон аст. همه او را به نیکی یاد میکنند، از خصلت‌های حمیده انسانیش حرف میزنند، زحمت و تلاش‌های او را در جاده پیشه کرده‌اش ستایش میکنند. ستم محیدینوف فرزند تاجیکستان است، زاده خاک پاک ختلان. او همچون نواربردار به تلویزیون تاجیکستان به کار آمد و تا آخرین نفس به همین درگاه مقدس صادق ماند. هر کسی را بهر کار ساختند، مهر او را در دلش انداختند. ستم محیدینوف من گمان میکنم که محض برای انا همین نواربرداری، تازه بینی، تازه کاری برای تلویزیون زاده شده بود و همین رسالت کسبی خش را تا آخرین نفس ادامه داد. آن همین لحظه های آخری حیات ستم محیدینوف را نغز در خاطر دارم و همسایه نزدیک من که بود تلفنی تماس داشتن، گفت که من در صحن تلویزیونم و کمی تابم نیست. در باره ستم محیدینوف چند قدر گپ هم زنیم خیلی کم است. ستم محیدینوف سالوی که به تلویزیون تویستان با کار آمد، وضع سیاسی او قدر نارام بود. راست گپ بسیار بچه جسور دلیر بود. ستم از این جمله فرزندای برومند خلق بود. بسیار جسور بود، نوترس بود. با تمام منطقه های تویستان روان میکردی، رفته کارشا اجرا کرده، سر بلانده گشته میامد. کارشا دوست میداشت، بسیار منتی بود، بچه خوب بود. برای کارش جانش همه داد، جانش فیدا میکرد. کسب رو من دوست میداشتم، صادق بودم به کسب رو. از مدت ده بیشتر وقت شونم در جای کارش رو نگذاروندم. احترام داشتم، کسب و خیلی کسب رو احترام میکردم. احترام با هم کسب رو داشتم. نفرانه که در دوره پرشوری برقراشتن صاحب استقلالی زحمت کشتند، در اینجا در عزم درس های نوار برداری، درس های برنامه سازی و کار کردن در تلویزیون، اینها هر کدام اینا زحمت زیاد کشیدند. چون که یاد کردن گذشتگان، یاد کردن آنهایی که در برقراری استقلال دولت، برقراری دولت صاحب استقلال زحمت کشیدند، بسیار کار هم امر خیر است، هم ثواب است، هم وظیفه جانی هر یک نفری است که امروز در پرتو رهبری سروری دولت صاحب استقلال صلح و آسودگی میبینند و بسیار آسایشتر زندگی میکنند. این بسیار خدمت بزرگ است. هرگاه وضع هوا دیگر میشد، ستم محیدینوف آن روز حتما به کار بر وقت میآمد، زیرا او زیر باران یا برف، فصل خزان یا بهار با دید و نظر خود منظره های دیار را بنوار می گرفت و پیش از کارگران به جای کار حاضر می شد. در دست دستگاه نوار برداری یا سر و روی پر از چنگ بود، یا برفالود، یا از شدت باران سر و لباس در آب تر داشت. با همین شخص نوارها را از فیته به کمپیوتر می گذراند و لحظه چند پس از تنظیم و جابجا گذاری ما آن را در ایفیر تلویزیون تاجیکستان می دیدیم. هر گاهی که بود هوا تغییر می کرد، خواه بارون می بارید، خواه برف می بارید، با اونند که سبب می شود، سبب می شود از خونه باروید و با چند نفر از کارگرانشون زنگ می زدن. ما خود شوهید بودیم از با کارگرانشون زنگ می زدن و می گفتن که برای گرفتن لوحه می باروید،
چون ساعت من شاهد بودم که ساعت 4 شبان بود 2 شبان بود برای ثبت برف وقتی که برف میبرید برای ثبت اون میبرمدن و بعدی اومدن اومدن لفه صبحگاه یا اینکه بگونی به خونه میومدن طریق اونه نیلگون تماشا میکردن در حوالتی تماشا کردن با یک هیجان با یک احساس رو تماشا میکردن من تماشیستم همه این زبایی های شهر رو زبایی های این برف رو انعکاس کنم اولین لحظه بهار اولین بریدن برف خب بهترین لحظه ها بهترین آبادانی هایی که در حدود شهر دوشنبه میشد سیتم محی‌الدینوف نواربرداری میکرد مثلا اگر تهیه یک لوحه بریدن برف لازم آید برای سیتم محی‌الدینوف کسی از رهبریت دستور نمیداد او خودش علاقه ساعت 3 یا 4 صبح بروقت به جای کار میرفت و کوشش میکرد که تا آمدن دیگر کارمندان و رهبریت تلویزیون علاقه نوارهای برای لوحه بریدن برف رو پیشنهاد کند. در فصل بهار هم بهترین لوحه ها بهترین زیبایی های طبیعت رو آن همون دستگاه نواربرداری و عقل و ذکاوت و تازه بینی و تازه کاری سیتم محی‌الدینوف روی نوار می آمدند. صبح بروقت به کار آمدم دیدم که سیتم بسیار شتاب دارد و روز اولین باریدن برف در همین وای بود آخری فاز خزان بود ترما و گفتم سیتم جان کجا شتاب داره اینقدر گفت که استاد گفت برف اول بارید گفت بین چقدر زیبا هست این کوچه و خیابان های دوشنبه باغ های دوشنبه در آغاز فصل زمستان میخوام یک لفظ سازم برای همین و او را کسی سپارش نمیداد که تو برو لوحه بگیر یا فلان کار با. او از دید خود از نگاه خود میرفت همین کارها رو به سامان میرسان یا یک دفعه دیگر ساعت های همین بر وقت بود که او وارد تلویزیون شد کامره در دستش من گفتم از کجا اومدی سری سو گفتم یکون سفر خدمت نه گفت در همین وای گفت دامنکوی دوشنبه بودم گفت برآمد آفتاب رو بنوار گرفتم رخ زدن آفتاب را در شهر دوشنبه بنوار گرفتم بسیار زیبا بود یک جا تماشا کردیم و خیلی زیبا هم بود و انسان خوب بود از چهره منور بود در کارها صاحب هنر بود وای صاحب هنر بود میخواست برای همکارانش برای اطرافیانش برای تلویزیون برای وطن خدمت های شایسته داشته باشد و روحش شاد بود و او همیشه در یادها است او همیشه با کار و خدمت های ماندگاری که کرد پیش نظری نه تنها همکاران نه تنها مثلا نزدیکان و عزیزان و قریبانش بلکه همه تماشابین تاجکستان است تماشابین تلویزیون تاجکستان است وقتی که فصل بهار می اومد علاقه کوشش میکرد که با یکون منظره روید زیبوگی اون منظره رو روی نوار بیارد یک لوحه آماده کند از کاری خود لذتی بسیار میبرداشت نگاه خیلی زیبا داشت در وقت تحصیل استادمون با ما میگفتند که وقتی همراه نوار برداران کار میکنید یک نواری رو روی افیر میارید یک چی رو شما به اینوبت گیرید که نگاهی چشمی نوار بردار قلبی کارگردان است این چیز رو سیتم بسیار احساس میکرد وقتی که ما کارگردان ها با سیتم همکاری میکردیم علاقه فکری ما رو میفهمید نگاهی ما رو میفهمید ایجادی ما رو میفهمید خوب درک میکرد نگاهش تازه بود البته نواری که از مسئول زحمت سیتم محی‌الدینوف می دیدیم به مراتب از منظره های خودمان می دیده بهتر و نظر رباتر بودند چون که او نگاه بلند نوار برداری داشت. سیتم محی‌الدینوف کوشش می کرد که
هر یک موضوع، هر یک بینا، هر یک انشاءاتی که نوار می گرفت از چهار گوشه آن نوارها رو پیشکش بیننده می کرد. اگر هنگام نواربرداری عادی ترین چیزی اگر مشاهده می کرد، خودش کسی رو سرگردان نمی کرد، خودش رفته همون مانعه ها رو برطرف می کرد و بعد نوار رو می گرفت. هنگام سفرها به ناحیه ها، مثلا هنگام نواربرداری کردن کاری صحرا، یک حالتی مثلا پولیزی رو، یک حالتی کاری صحرا رو از چند رکورس نواربرداری میکرد که این دوستداری همین آدم رو به کسب خود معین میکرد. همچون راهبر گروه نواربرداران تلویزیون تاجیکستان، فعالیت او نمونه عبرت بود. صرف نظر از تنگی وقت، صرف نظر از مشکلات دسترسی به کامیره که در لحظه های عید و جشن ها و در یک وقت برگزار گردیدن چاره‌بینی های سیاسی و جمعیتی، فرهنگی و چاره‌بینی های دیگری سطح و دارای محتوای گوناگون به وجود می آمد، ستم مویدینوف کوشش می کرد که همه به دستگاه نواربرداری برابر دسترسی داشته باشند. در چنین وضعیت اگر از همکاران کسی میپرسید که ستم محیدینوف را ندیده، جواب میدادند. در همین صحنه تلویزیون دم ایست از سمت میبینید که آمد. یعنی او دائم در تکاپو و دست به کار بود تا کسی از همکاران از کار او بدل غش نگیرند. همین خصلت های نجیب انسانی و کاربری بود که تا امروز و همیشه یاد ستم محیدینوف را در ذهن ها همچون نواربردار حرفه‌ای و انسان شریف پاس میدارند. با روانشناس ستم محیدین طول سالهایی که در کمیته تلویزیون، در شبکه یکم تلویزیون دفاع وظیفه میکردم، با شادروان ستم محیدین که راهبر گروه نواربرداران بود، بارها صحبت داشتم، بارها همنشین بودیم. بسیار یک انسان خاکسار بودن، بسیار یک انسان حلیم بودن. به قول مردم موری که در زمین میگشت با او را آزار نمیداد و هر وقت که نوبت برنامه ریزی اداره می شد حتما تلفن میکردم. دوی ما می گفت تقای بجای یک کمیره دو کمیره میتم و می رفتیم نواربرداری میکردیم. بارها افتاده بود که یک جایه رفتیم صحبت های آهنگسازان هنرمندان به نوار می گرفتیم و بسیار یک جوانی، بسیار یک مردی کنجکاو بودن، یک منظره هایی که نواربرداری میکردن و حالت هایی که اون میستاد در زمین ببار کنید کس به حیرت میافتاد. در روز صحبت میکردیم، به نوار میگرفتیم و از نوارهای گرفته خودش بسیارک افتخار میکرد که بسیارک نوارهای زیبه میبرداشت. حکیم فردوسی در شاهنامه بی‌زوال خیلی خوب آورده است: زیگیتی دو چیز است، جاوید و بس، دیگر هرچی باشد نماند به کس. سخن گفتن نغز و کردار نیک، نگردد کهن تا جهان است ری. ز خورشید و از باد و از آب و خاک، نگردد تباه نام و کردار نیک. نام و کردار و رفتار و خصلت های خوب ستم محیدین حاصل کارهای خوبش است، حاصل هنرش است، حاصل آن است که او بهترین کارها را به صفت نواربردار در تلویزیون تاجیکستان به سامان میرساند، انجام میداد. او سرور بود، سرور یک گروه بزرگ نواربرداران تلویزیون تاجیکستان و خیلی که بزرگ فرموده است تا راه رو نباشی کجا راهبر شوی. او که در محیط سالم ایجادی همین تلویزیون به کمال رسیده بود، بهترین کارهای ایجادی هم داشت. او سرور اداره بود که
تمام بود و باخت برنامه های تلویزیون، لوحه و سیوژه های تلویزیون، فیلم های مستند تلویزیون و غیره بردوش نوار برداران بود، بردوش آنهایی که در تهیه برنامه ها بسیار زحمت ها میکشند، تلاش ها دارند، در نشر و ثبت و نشر بزرگترین همایش ها، کنفرانس و سیمپوزیوم ها و یا چاره‌بینی های در سطح بالا، این همه به ضعف آنها وابسته است، این همه به کار و فعالیت آنها، به تلاش های آنها وابسته است. و مولانا جان میگوید که راحت و رنج چون بود گذران، رنج کش بهر راحت دیگران. این ستم جان یک چهره بود، یک شخصی بود، یک انسانی بود که هر چی کرد برای راحت دیگران کرد، رنج برد، خدمت کرد، جستجو کرد، تلاش کرد، همه برای راحت تماشابین بود. این یک نمونه عبرت برای جوانان میشود که امروز برای نوار برداری از سهم گرفتن، کوشش کرده شدن، در تحصیل مشغولن، آمادگی دارن، وقتی که از اینها به نیکی یادآوری میکنیم، اینها این یک درس عبرت برای نفران اونایی میشه که قدم اولی را میگذارن. و این درس بسیار عبرت آموز است از روزگار جوانمرد اصیل ستم مادین یادآوری شدن. این یک به روح او خدمت کردن، به خلق او خدمت کردن، به آنهایی که امروز در صلح و ثبات کشور در مشکلات سنگرها زحمت میکشند، نمونه عبرت است. مثل کودک دلی بی‌غش داشت، ولی در اجرای رسالت بردوش داشته دلی خیلی بزرگ. همین دلی بزرگ بود که ستم محی‌الدینوف از مشکلی کار نمی‌هراسید. همکاران تا کنون زحمت پسندی او را به تحسین یاد می‌آورند. ستم در یکون لحظه دشواری ماندگی را حس نمی‌کرد که ما ساعت‌های زیاد در کوچه های افغانستان میگشتیم، برنامه آماده میکردیم و عین زمان از طریق تلویزیون تاجیکستان چند زیاد از قریب 10 برنامه مستقیم از همونجا ما خبر رساندیم، از طریق تلویزیون تاجیکستان پخش کردن. در این جاده با ما سفارت نمایندگان سفارت تاجیکستان در افغانستان شور مدد میکردن. ستم محی‌الدینوف در روش ساحه تلویزیون، مخصوصاً در سمت تیار کردن متخصصان جوان در ساحه نواربرداری، نقش خیلی بر جای دارد. امروز شاگردان او مکتب نواربرداری ستم محی‌الدینوف را ادامه میدهند و در این انعکاس فضای اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و دیگر بخش‌های مهم خواجگی خلق مملکت سهمی ارزشمند می‌گذارند. همین زحمت‌های شایان ستم محی‌الدینوف بود که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته از طرف کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختار و مؤسسه‌های دولتی با سپاسنامه و افتخارنامه‌ها و مدال‌های صحاوی قدرشناسی گردیده است. ستم محی‌الدین یک مکتب خاص نواربرداری خود داشت. او استاد کسب خود بود و در دوام چند سالی که کار کرد کوشش به خرج داد شاگردانی داشته باشد. شاگردانی که همون مکتب نواربرداری او را از خود کرده باشند و دوام تیان کارهای خوب و ماندگاری که او کرد در سیمای من معروف عبدالله هست. در مثال مهروز جمعه و امروز من میبینم که شاگردان ستم اون کار و بار اون
ایجادکاری هایی که در ثبت و نشر برنامه ها دارن دوام میدهند و من گمان میکنم که هر کاری که ستم کرد این کارهای ماندگار ولی در خزینه تلویزیون هست و دیدنی هست و جالب است و خاطرمان است و تاریخ است و همین شاگردا به فکرم باید کوشش بخرج دهند که همون کردار و همون نام نیکی او را زنده دارند با کارهای خوب خودشان با تهیه برنامه های دیدنی و جالب با نوار برداری های استادانه ستمانه یعنی که توانند کارهای او را دوام دهند و برای مردم برای تماشابین همه کاری که ما میکنیم برای تماشابین است برای مردم است کارهای نیک کنند کارهای خوب کنند کارهای ماندگار کنند ستم مویدینوف فدایی کسب کار خود بودند تا آن درجه کسب خود را دوست می داشتند در مثالی که بیگاه می شد زنگ می زد که سحر ساعت 6 جای کار شدند در کار ما خوب برف می بارید خوب بارون می شد همون لوحه کردن در کار بود زنگ می زد که سحر ساعت 6 جای کار شدند در کار من ثبت کده می یارم منتش کن در کار ستم مویدینوف ساعت های 4 وقتی که مردم خوب است ساعت 4 به ثبت می برآمدند و ساعت 6 چی گفتم می اومدم ما ثبت می کردیم او نه تنها نوار بردار بود او دیدی ریژیسوری هم داشت و در وقت تنظیم می فهموندن که کدام کادر باید باشد و نوارهای بهترین می گرفت ما نوار تنظیم می کردیم کوشش می کردیم که تو ساعت های 7:30 8 نوار تماما پر را تیار شود و افیر می رفتم چیز با ستم مویدینوف ما با ثبت ها می برآمدیم رومید می رفتیم سنگ تودا ثبت می کردیم لوحه های زیادی کردیم با ستم مویدینوف سال 2010 با تلویزیون تاجیکستان با کار آمدم اکای ستم را با کار قبول کردن به حیث شاگرد ما بسیار چیزا را از اون کس آموختم و انسان به نهایت انسان خوب بودن کوشش میکرد همی دستش به همه رسد یکان کسا به نوار نمیمون همی کامیرو نمیرسند یک جا کامیرا میافت تامین میکرد کاری همی جورنالیست ها را بود میکرد یک شب ساعت یک شب بود به من زنگ زد معروف خیزی برای تریزه نگاه کن خیزتا نگاه کردم برف بوریده سوده نمی خیزیم بریم یک لوحه کنیم همی شهر دوشنبه را ما گفتم بخیر به تلویزیون بیا من میرم خیستیم اومدیم رفتیم کوچه های شهر لوحه کردیم بسیار یک برف برده سوده بود یک زیباگی یک همی در کدروش اهمیت میدادم بسیار کدروی خوب میگیرفت چه خیلی گفت برف براده ما خوب رویم سحر ساعت 8 علاقه لوحه اکای ستم تیار شدگی بود ساعت 8 افیر میرفت هر سحر در کابینت جمع شدیم با ما صحبت ها میگذارم کوشش که نوارای خوب گیرید نصیحت ها میکردن ما از او خیلی چیزا آموختم بگاه میشید ساعت 5-6 میشید اکای ستم خونه نمیریم بگاه شد ما اول کم ترگه بیستم یکان گم نشود گفته ساعت 9 شب میرفت با ساعت 5-6 سهر می آمدی علاقه در جای کوره ستم مویدینوف اعلاچی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان و اعلاچی فرهنگ تاجیکستان است ستم مویدینوف در چندین آزمون های نواربرداری سزاوار جای های افتخاری گردیده با دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه ها سرفراز گردانیده شده است. از جمله سال 2019 برای اشغال جای یکم در نامینیسی نوار بهترین در آزمون جمهوریوی وطن را بیشناس بخشیده به سالهای رشد دیهات، سیاهی و هنرهای مردمی از جانب کمیته رشد سیاهی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دیپلم و سال 2017 برای خدمت های سافتیلانه، سهم گذاشتن در ترغیب و تشویق خدمت حربی و انعکاس همجانبه فعالیت قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان بخشیده به روز مطبوعات تاجیک با افتخارنامه وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است.
номинацияи навори беҳтарин дар ҷои якум аввал сазовор дониста шуд Ситам Муҳиддинов. Ва инак таваҷҷӯҳ мекунем ба монитор, ба навори пешниҳод шуда. زیبای دوشنبه شهر واقعا افسیتام مویدین پس شماری آن نوار بردارانی هستند که همیشه کوشش می نمایند آبادی های کشور را روی نوار آرند. مبارک باشد. واقعی زیبا البته. شری کانی بودم با این سبب بود که پدرم با من همچون با یک رفیقش مناسبت میکرد. مناسبتی پدری و پسری مون در یک چارچوب بود، اما مناسبتی رفیقی مون در دیگر دوستانه بله مناسبت دوستانه مون در دیگر چارچوب بود. میشد حالتایی که من با مشکل دچار میشدم، میشد حالتایی که مشکلات پیش می اومد در یک جایگی با پدرم مصلحت میکردیم. بعضی وقت با شوخی و بعضی وقت با نصیحت های دوستانه، پند های دوستانه در یک جایگاه مشکلات رو پس سر میکردیم. خب پدرم مرد بود، نمیخواستم بگیم که مرد بود، چی در حیات شخصی چی در فعالیت کارشون. او لحظه قرار نمی گرفت، همیشه در تکاپو بود، جستجو می کرد و منظره های زیبای طبیعت، تیرماه زرین، زمستان برف پوش، بهار گلرو و گلبیز و تابستان تاجیکستان بیشتاسا را به نوار می گرفت و منظور بینندگان می کرد. ما در یکی از سفرها سالهای 2005 بودند، ما با افغانستان سفر کردیم. آن روزها سفر با این دولت جنگ زده بسیار مشکل بود، بسیار دشوار بود و جسارت زیاد طلب میکرد. ما این زمان درباره حیات فعالیت مردم افغانستان، فرهنگ افغانستان، از جمله آمادگی با جشن ملی تمام مردم عریان نژاد جشن نوروز برنامه ها آماده کردیم، بخری ها گذارنده در با مکتب هایی که تحصیلات بودند با اونجا می رفتیم، با مردم، با دانشگاه ها رفته با مردم شناس می شدیم. خلاصه ما فارش گرفته بودیم که یک برنامه مکمل در برای حیات فعالیت مردم افغانستان، مهنت کشان اون ادیبان اونهایی که در اینجا زحمت کشیدند برنامه مهیا کردیم. مخصوصا وخری ما با عطا محمد یکی از سپاسالاران ورزیده بسیار خاطرمان در یاد من مانده است که وقتی که اون نوار میگرفت با بلندی های زیاد برآمدن در کار و با جاهای بسیار مشکل برآمدن در کار زمین سفر در اونجا دوست ما همکار ما ستم بسیار با جسارت با یک زحمت زیاد با یک مهارت بلند وظیفه جایی رو بکرد. ستم مویدینوف از عمره نواربرداران بود که در اکثریت چورابینی های رسمی با روح بلندی به خود خاص اشتراک میکرد. میتوان در این مورد تجلیل روزی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، روزی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، جشن نوروزی عالم افروز، روزی کانستیتوسیا، روزی پرچم دولتی و چندین جشنهای دیگر را تذکر کرد که در جمله آنها ستم مویدینوف اشتراک کرده روحیه جشنی، افتخار ملی و وطنداری مردم را توسط نوارهای جالب و دیدنی انعکاس کرده است. این دید توسط روزنه دستگاه نواربرداری و منظره‌ها و پدیده‌های محیط اجتماعی راه یافته در دل هزارها نفر جای گرفته است.
شاید آنهایی که از نوارهای ستم محیدینوف تا کنون لذت معنوی میبرند ولی نمیدانند که این کاری اوست با کسبیت بلند و دید جالب دقت نواربرداری او تحسین میکنند. نتیجه فعالیت پرسمر در قطار دیگر کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2008 با اونیز از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان خانه استقامتی تقدیم کرده شد. البته این هوسمندگردانی دل او را به کسب نواربرداری بیشتر گرم کرد و ستم محیدینوف در اجرای رسالت برداشت داشته یعنی انعکاس فضای سازندگی و جریان کارهای عظیم بنیادکاری در کشور با مسئولیت دوچند زحمت میکشید. من بارها با او در نواربرداری بودم، در تهیه برنامه ها بودم، همراه کار میکردیم. او بسیار وقت از همین دستاوردهای دوران استقلالیت خاصه کارهای ماندگار پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در راه صلح و وحدت، در راه آبادی، در راه سازندگی، در راه آسایشتگی مردم افتخار میکرد، کرته کرته گوشت میگرفت. او میخواست هرچی بیشتر همین نوگانی ها، همین رویداد و واقعات زندگی را، جامعه را، مردم را با سمت و منظور تماشابینان گرداند و در تهیه خاصه بسیار صدها لوحه های او را من تماشا کرده هستم، لوحه های خوب می آورد. میخواست همه کارهایی که تهیه میکرد یا بنوار میگرفت خاطرمان باشد، ماندگار باشد، تاریخی باشد. هرچند رشته عمری ستم محیدینوف بر محل کنده شد، اما هزارها نوار را میتوان امروز از بایگانی تلویزیون تاجیکستان دریافت که همگی از سلیقه نواربرداری و زحمت های شایسته ستم محیدینوف در رشد ساحه تلویزیون درک میدهند. ستم محیدینوف در ساحه تلویزیون کارهایی را به انجام رسانید که اکنون مال تاریخ خواهند شد. او در نواربرداری صدها برنامه های کلانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی معرفتی اشتراک کرد و اکنون اون نوارهای طلایی همچون مال تاریخ در خزینه تلویزیون تاجیکستان مبا خواهند گرفت. بهترین لوحه های بهارانه و زمستانه ستم محیدینوف در خزینه طلایی تلویزیون محفوظند و هر صحبت و هر برنامه و هر لوحه هایی که ستم محیدینوف نواربرداری میکردند از جنبی هر یک خبرنگار، حتی از جنبی رهبریت تلویزیون خوش پذیرفته میشدند. کم نفران موفق میشوند که در راه انتخاب کرده خیش سربلندانه خدمت کنند و آن هم تا نفس آخرین. ما نمیگوییم که از دار فنا رفته است، جای او در دیده بود، اکنون به دلها رفته است. ستم محیدینوف در خاطرات چشم ما، در میانه قلب ما، چون دوره پیشین مکانی پاینده دارد. اصلا چون این آدم ها را نمیگویند که از بین ما رفته است. ستم محیدینوف زنده است و با ما نفس میکشد. او مخصوصاً در تهیه برنامه های سربیننده تلویزیونی تاجیکستان از قبیل سپیده، بیغرس پند، مجرا، هموطن، فرهنگستان، چهره هنر و فیلم های مستند کشور در دامن خورشید، پنج نارام، منظره های تاجیکستان و چندین نمایش های تلویزیونی همچون نواربردار سهمی ارزشمند دارد. با ستم همکاری های زیاد داشتیم. من امروز با نکی گفتم میتوانم که با ستم در آفرینش فیلم های مرد جان فدا، عمر برق، سرود زندگی، رشتون زمین، تخت سنگین، هول بوک، چور گل،
پوشینگ، فلغر، کشور پیشوری خورشید، نوزکول، سرازم همکاری های زیاد داشتیم و سفرهای زیاد داشتیم. از جمله با شهر نوحی های گوناگون جمهوری تخت سنگی با باختر خوب و بدخشان و سوخت سفرهای زیاد داشتیم و فیلم های زیاد تهیه کردیم. دوستان رو در سفر باید شناخت، میتوان دل رو بدینسان دوست باخت. ما در ضمن سفرهای زیاد از بردباری، از زحمت پیشگی، از حرفوی بدن او در این ساختار و جسارت و دیگر خصلت های نجیبه که با مردان بزرگ خاص است با ضمن سفرها دیدم که به این منصوب دن. ستم محیدینوف سرسپرده کار خود بود، با ذوق کار میکرد. در هر جای می بود حتما منظره از نگاه نواربردار حرفه‌ای چشمگی را به نوار می گرفت. با دلخوشی و با خرسندی کودکانه از دریافت دیدی نواربرداری. او با این شیوه کار در خاطرات همکارانش لحظه های جالب دقت و خاطرمان را به یادگار مانده است. خاطره ها نمی میرند، خاطره ها هستند. من همچون کارگردان با این نواربردار طولی سال ها همکاری کردم. یک لحظه های خاطرمان در خاطرم نقش بست است. وقتی که فصل زمستان می آمد، برف اول می بارید، ما با کار می آمدیم. در صحن حولی تلویزیون تاجیکستان می دیدیم که ستم محیدینوف با همون دستگاه نواربرداری علاقه آماده است که برف اول را روی نوار بیارد و یک لوحه خوب آماده سازد. همینطور بسیار به کسب خود صادق بود، محنت را خیلی دوست می داشت، خاکسار و صمیمی بود. بسیار یک لوحه خوب می برداشتم. بارها رفته بودیم، در سفر خدمتی بودیم، وقتی که لحظه بیکار میموندم، هنرمندان تغییر لباس میکردن، حتما از اون آبادی کشور او شکوفایی کوهستان به نوار میگفتن. یادم است که در دهه کنگور وقتی که با سپارشی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو مردی سخنسنج اسدالله قیمتوش، وقتی که ما رفتیم در دیار چیلخان به نوار گرفتن، هم استاد حبیب الله بیگ محمد در اونجا چند روزی مهمان بودیم، بسیار یک نواره خوب برداشته بودیم، بسیار یک دیدی عجایب داشت، بسیار یک دیدی داشت که بسیاری از همکارای ما، بسیاری از نوار برداریم که در اون دور همراه کار میکردیم با او کسی میاسه نبود، هم میگیرش بسیار یک نواره زیبا، بسیار یک طبیعت زیبای دیارا با تمام شکر شهامتش نوار برداری میکرد، عکس برداری میکرد و توسط تلویزیون میداد. روحش شاد بود. در عرفیت مقاله هست که اگر کارت به خودت پسند آید، پس تصور کن که به دیگران نیز پسند می آید. از قول فرزندان و همکاران، ستم محیدینوف محصول کار خود را وقتی در آینه نیلگون می دید، به قول کرتا کرتا گوش می گرفت و فرهمندی می کرد. من امکانیت ندارم در اون دوره، تجهیزات تکنیکی اون قدر روش کرده اگه نبودم، تجهیزات های نواربرداری. همه این زبایی که من از چهربول میدیدم، اون زبایی رو من نمیتوانم با همین تجهیزات نواربرداری خود به نوار بگیرم. از این غمگین میشتم. و بعد که تجهیزات های نو برامد، تکنیک ها و تکنولوژی های نو برامد، باعث هرگونه درون ها به نوارگیری رو سر کردن در تلویزیون های ما، پدرم وقتی که لوحه ثبت میکردن، بعد میومدن خونه و وقتی تموم شد، انا ما این چیز رو میخواستم، انا میخواستم خورسنی میکنم، بمونده که یک عرضوشون عمل میشوند. هر بار که یک لوحه زیبا رو میدن، هر بار که یک لوحه زیبا اونده میکردن، از کار کرده خود حلاوت میبودن
و هنگامی که کار رو تصمیم میگیشتن برای ایجویش کار تا همون کار بود نمیشد و آروم نمیگیشتن بسیار با احساسات بسیار جدی بسیار در تکوپو میشدن تا همون لحظه ای که کارشون با انجام نرسد و با در اوینه نیلگون با افیر نرواد و از اون بیرون بریاد باهای خوب ندیهن تا همون لحظه در تکوپو در هیجان در استیرا بودن. در طول سالهایی که کار و فعالیت در تلویزیونی تاجیکستان داشتن بسیار شاگردانی زیاد رو تربیه کردند و چه خیلی میگویند مردی بودند بسیار خاکسار، صمیمی، فروتن، با همکاران بسیار مهربان بودند. وقتی سخن میراندند همه وقت با تبسم سخن میراندند. سابقه کاری سیتم محیدینوف در تلویزیون تاجیکستان از سال 1993 آغاز می شود و تا لحظه های واپسین عمر در همین درگاه مقدس کار می کند. در افتتاح تلویزیون های دیگر جمهوری همچون نواربرداری پرتجربه اشتراک کرده متخصصان جوان را به دریغ مسئلیت ها داده راهنمایی کرده است. این است که تا امروز سیتم محیدینوف به نیکی یاد می شود و در آینده نیز می توان ذکر کرد که از یادها خاطرات نیک این نواربردار حرفه‌ای در کار خود صادق و در راه خدمت به خلق و دیار فدایی زدوده نخواهد شد.